اگر خواهان عدالت هستیم می باید آن را بشناسیم حتی اگر محبوب ترین و یا دارای تحصیلات عالیه و یا صاحب قدرت و ثروت باشیم باید خدا را بشناسیم باید عدالت او را نیز بشناسیم ارسطو نیز اعلام میکنه انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد از همه جانداران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند خطرناکترین جاندار هستش قانون اینجا منظور نظمی هستش که در جهان هست بنابراین حتی اگر افرادی تصور میکنند عدالت رو میشناسن و عادل هستند میباید برای حفظ اون عدالتی که بهش ایمان دارن و باور دارن نیز هر روزه یک شناخت تازه ای داشته باشن و چه بسا که ایسای مسیح به همین دلیل بود که کلیسای خودش رو بنا کرد تا ما بتونیم در هدف او که زیست کردن در عدالت هست بمانیم روش کنیم و باز تحقیق کنیم در غیر این صورت نیز می توانیم خود رو عادل بدونیم تصور کنیم در مسیر عدالت هستیم اما قافل از این که چه خودمون وسیله هستیم برای بیعدالتی شاعر اعلام میکنه هر که در این خانه شبی داد کرد هر که اعلام کرد که اینجا ظلمه اینجا ظلمه باید بر علیه ظلم باشیم چهر سال پیش آخونده اینو گفتن و تحمیل فکر ایرانی ها کردن که در زمان پادشاهی حتما مشکلات و سختی هم در اون زمان بوده حتما بیعدالتی و بیانصافی هایی هم بوده چون همه انسان هستیم اشتباه میکنم اما نه اون گونه که آخوندها گفتن اما امروز ببینیم چه کار کردن چون عدالت رو خوب نمیدانستن و نشناختن هر که در این خانه شبی داد کرد خانه فردای خود آباد کرد و داریم میبینیم که چگونه اینها ظلم و ستم کردن بیداد کردن چون عدالت رو نمیشناختن و نه پیگیری کردن سلیمان در امثال نه, نه اعلام میکنه مرد حکیم را پنده که زیاده حکیم خواهد شد حکیمه ولی بهش بیاموز حکیم هستیم بازم بیاموزیم میدانیم آپدیت کنیم خودمون رو توی آمریکا عزیزانی که تخصصهای مختلفی دارن مطابق را که دستورالعمله، اون تخصص و اون حرفهشون هست میباید سالی یک بار دو سال یک بار سه سال یک بار آپدیت بشن دوباره برن از نو سر کلاس خودشون رو نو کنن تازه کنن نسبت به اون تخصص مرد حکیم را پنده که زیاده حکیم خواهد شد مرد عادل را تعلیم ده که علمش خواهد افزود پس باید ما نیز در شناخت عدالت هر روز قدم برداریم کتاب مقدس دلیل عدل و عدالت را از ذات خداوند میدونه باز نویسنده مزبور 11 هفت اعلام میکنه زیرا خداوند عادل است پس عادل خداست و عدالت را دوست میدارد چون ذاتش عدالت هست و راستان مانند شما عزیزان که بهترین روز استراحتتون روز یک رو برای در حضور خدا هستی که استراحت کنی و در حضور خدا, خدا هستی خدا که از عدالت او پر بشی و عدالت ب... را دوست میدارد در راستان روی آه. او را خواهندید آمین و هر کدوم شما که با این عشق اومدید حتما اومدید مطمئن باشید چه خادمین و چه اعضا و چه اعضا که اینستاگرام هستن دارن ما رو گوش میکنن چه روی فیسبوک هستن و در تکرار کردن کلام رو گوش میکنن کسانی هستید که دوست دارید زندگی شما در راستی باشه پس خدا رو ملاقات خواهید کرد مواجه خواهید شد با عدالت خداوند و عدالت خداوند از ششم آدمی دور نیست یعنی جلو چشم ما هست بریم ما هستش کو خدا خافل از این که صبح که بلند بشه به آسمان نگاه کنه ادالت خدا رو میبینه ادالت یعنی هر چیز سر جای خودش این نظم یه روز بلند نمیشه بگی ده تا خورشید امروز اومده داره کره زمین رو میسوزونه یا یه روز بلندش میگه اصلا خورشیدی وجود نداره کره زمین داره یخ میزنه پس عدالت هست یه روز بلند نمیشه کره زمین وسط نصف شده پس خداوند بر یک عدالتی جهان رو آفریده تازه قسمت های دیگه زندگی ما هم هست یه روز بلند میشی از خواب آسمان زیبا رو میبینی که خدای شکر نسیم زیبا میگه واو صدای پرنده ای رو میشنوی این عدالت خداست همسر تو میبینی میگه خدای شکر بچه تو میبینی. این عدالت خداست خدا رو شکر نمیخوام بگم اگر تو سختی ها و توی مشکلاتی هستید اون بی ادالتیه. به اون خواهیم پرداخت خیر من از عدالت دور شدم خدا عادله برای همین کلام خداوند میگه شو باشید باشی در هر شرایطی چون تو همون زمانی که من و شما فکر میکنیم تو مشکل و سختی ها هستیم همون زمان عدالت خداست اگر تو فرزند خدا هستی این رو بپذیر در عدالت خدا زندگی میکنی و عدالت خدا از تو دور نیست مزمور 97 شیش اعلام میکنه آسمان ها عدالت او را اعلام میکنند

یعنی, یعنی هر چیزی که قرار گرفته انسان شکل خدا آفریده شده جهان امروز محل رشد انسان هست در مسیر اراده خدا و رویای خدا برای انسان نیکویی محبت بشنوم حفاظت رستگاری ابدیت امنیت خوشی کمال است این رویای خداست برای انسان تا انسان شکل او بشه و این رویا حتی با عهدشکنی آدم و حوا عهدشکنی انسان ما میبینیم که از چشمان خدا دور نشد خدا به دنبال رویایی بود که داشت برای انسان و انسان رو تعقیب کرد تا در اون عدالت او رو دستگیری کنه نسبت به آنچه آن که حقیقتا او رو آفریده بود هرچند بی ادالتی در جهان و هر درد و هر رنجی در جهان وجود داره اما این نشانه بیعدالتی خدا نیست این نشانه دور شدن انسان از عدالت خدا می باشد یعنی از دور شدن از هدف خلقت یعنی دور شدن از رویای خداوند از این رو این سوال اشتباه است که چرا زلزله هست چرا طوفان ها هست چرا آتش فشان ها هست چرا بحران های طبیعی هست؟ این سال سال اشتباهیه، سال درستی نیست. این سال اشتباه هست. که چرا حشرات و جاندارانی هستن که به انسان آسیب میزنن؟ حشرات موزی مثل مار، مثل جانورانی که حتی وحشی هستن، درنده هستن. به این راحتی میتونن به انسان حمله کنن. با یه نیش مار یک انسان میمیره بلا فاصله. یا اقرب، یا روتل. چرا چنین چیزهایی هستش؟ همان گونه که ما برای ساختن یک سیستم یک دستگاهی احتیاج داریم انرژی رو به دست بیاریم و به برای به دست آوردن اون انرژی یک حرکتی میشه آتیشی میگیره چرخشی ایجاد میشه که اون چرخش و اون آتش برای اون هدف ساختن اون دستگاه مفید هست طوفان ها زلزله ها و بحران های طبیعی روی زمین لازمه سلامتی کره زمین است و حیوانات نیز طبیعت زندگی خودشون رو دارن پیش میبرند. سوال درست این هست که چرا انسان در برابر آنچه که میتواند به او آسیب بزنه از طبیعت گرفته تا حیوانات حتی ویروس ها حتی مریضی ها انقدر ضعیف هست این سوال میتونه سوال درستی باشه برای ما اگر چنین سوالی رو داشته باشیم پولس رسول در رومیان 12 22 این سوال رو با یک آیه جواب میده زیرا همه گناه کردن همه از اون هدف اصلی دور شدن از آدم و حوا گرفته و ما که نیز آفت گناه اونها بودیم اشتباه اونها بودیم زیرا همه گناه کردند و از یعنی عدالت خدا و از جلال خدا قاصر می باشن یعنی توجه نکردن به هدف خلقت اون هدفی که خداوند نیز در نظر داشت اینک نه تنها می عدالت رو شناخت بلکه از منشأ عدالت که خود خدا می باشد می باید تغذیه شد یعنی به اون نزدیک شد و از عدالت و قدرت عادل زیستن نیز بهره گرفت بتونیم شخص عادلی باشیم در مزمور سی و چهار هشت میخوانیم اعلام میکنه بیایید که آمده اید اینجا اومدید رازگاهان داشتیم در حضور خدا یا نه نمیخوام جواب بشنوم اومدی پس کلام خدا رو خوندی اومدی سعی میکنی در طول هفته یه وقت خصوصی تو با خدا داشته باشی یه وقتی با همسرت و خدا داشته باشی یه وقتی با دوستانت و خدا داشته باشید تولدا خوبه جشن ها خوبه مهمونی ها خوبه ما هم خوشحال میشیم که افراد میتونن به مهمونی ها برن جشن ها برن آیا هستش که دو تا ایمان دارم صدا کنی با هم دیگه میخوایم امروز دعا کنیم توی اون مهمونی یه وقتی هم برای دعا و کلام خدا بذاریم ما فرزندان خدا هستیم باید از عدالت خدا پر بشیم نمیگم مذهبی فکر کنیم هرگز هر, هر چیزی جای خودش میشه عدالت نمیگم وسط مهمونی که همه دارن میرخصن بگو نه میخوام الان میخوام دعا کنیم بیا دعا کنیم شاید بیرونت کنن از این مهمونی این کارو نکن ولی <applause> هر چیز سر جای خودش ولی داری میخوای خوراک بخورید دعا کن خوشحال باشیم ایماندار هستی گاهی دیده میشه چه بسا اسکو تفاهم نشه من چنین چیزی زارا ندیدم ولی شنیدم ایماندارا وقتی دوتا تا خانواده بیمان بی توشون قرار میگیرن میگن به احترام اینها ما دعا نکردیم عجب این چه احترامیه اتفاقا تو دعا کن بذار قلب اون لمس شه اون خوراک خوشمزه که تو درست کردی تمام وجودش حالا در بر بگیره نه نه آخه میدونی خیلی بد میشه یعنی چی دستا هم رو بگیرید شما فرزند خدا هستید وجودتون پر از عدالت خداست محبت خداست غیر از اون خوراک خوشمزه و اون جشنی رو که گرفتی خداوند میخواد تو رو برکت بده و اون رو برکت بده بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست عادل هست از عدالتش پر بشیم. خوشا به حال کسی که به او پناه میبرد چرا آنچه را که دریافت میکنه قوت خداست آرامش خداست شادی هستش که ما رو در جای قرار نمیده که به داوری اشتباه بریم و باعث آزار خودمون و دیگران بشیم شاعر میگه خدایا دانشیده غم نگیرم این همون عدالت خداست خدایا یا دانشیده غم نگیرم بده آرامشم ماتم نگیرم و ما این را در حضور خداوند به خوبی میتونیم درک کنیم اما اوج حقانیت در دنیا رسیدن به یک واژه است به نام انصاف که ما میدونیم در شریعتی که موسی برای قوم اسرائیل آورد در تورات در 613 قانون و ده فرمان صحبت از این شریعت میکنه که مبادا انسان ها بیرحم بشن رضا که بودن بیرحم و مانع اون بشه همچنین در قانون مجازات در شریعت قصاص نشانه انصاف هست اما عدالت چشم راه انتقام و قصاص و به عمل متقابل به مثل هرگز نمیاندیشه بلکه بخشش و محبت بلاعوض که با درک عمیق نسبت مخاطب و مخاطبان در وجود شخص عادل به توسط روح القدس این قوت و این حکمت را خواهد داشت که به درستی به عدالت عمل کنه و نه فقط شعار دهنده باشه از این روح هست در انجیل متا 6 13 الی 14 کلام خداوند میگه ببخش تا بخشیده شوی در مسیر عدالت قدم بردار تا عادل بشی چرا که دیگه وقتی صحبت از عدالت میکنیم بهش خواهیم رسید صحبت از انصاف نیست تو انصاف چه بسا شما نمیتونی ببخشی آزار رسونده باید آزارش برسونم این قصاصه این شریعته نه اینکه شریعت بده اما همین شریعت هم میخونیم امروز که هیچ کس نمیتواند حتی این شریعت رو نیست کامل کنه پس بنابراین وقتی که من در مسیر بخشش دیگران دست خودم رو باز میکنم دست خدا برای من باز هست تا بخشیده بشم شاعر اعلام میکنه پاک باید کرد کینه تا دل گردد جوان ارزش کینه ندارد این مکان و این جهان اگر میخوایم به خدایی برسیم که ایمان داریم اون عادل هست پس باید مانند اون اندیشه کنیم و در این صورت هستش که من در جایگاه درستی نیستم نسبت مخاطبینم حتی مخاطبینی که باعث آزار و رنج من هستن اونهایی که منو اذیت میکنن به توسط روح القدس این ادراک رو خواهم داشت که اونو بفهمم که چرا داره اذیت میکنه به جای اینکه منتقد باشم و اونو نقدش کنم اون مشکلش رو برم حل کنم و عیسی مسیح رو از ما خواستش در امثال 15 28 اعلام میکنه مرد عادل در جواب دادن تفکر میکنه یعنی تحمل میکنه فکر میکنه به یک علت درست میرسه به چه علتی مخاطب من یا مخاطبین من مرا آزار میدن و این نیز وسیله ای میشه که شخصی که مدعی هست ادعا میکنه میخواد عادل باشه حقیقتا به عدالت عمل کنه به توسط روح القدس شخصی به نام روبرت امیدوارم اسمش رو درست بگم روبرت دونسنزو که یک گلف باز آرژانتینی هستش زمانی که پیروز میشه توی مسابقه از زمین گلف که میاد بیرون زنی بلا فاصله میدوه به سمتش و شروع میکنه گریه کردن و میگه که من پسر بچه دارم که این پسر بچه من سرطان داره و من هیچی پول ندارم کمکش کنم اینم بلا فاصله به دلش میفته و این چک رو برمیداره میده به این زن دو سه روز بعد بعد از این که با دوستانش داشته توی یک رستوران خوراکی رو میخوردن یکی از دوستان میگه شنیدم تو چکی که گرفتی برای موفقیت توی گلف دادی به اون زنی که اومده گفته من یه پسر بچه دارم سرطان داره میگه آره دادم که بره مشکلش حل بشه میگه میدونی اون نه بچه داره و نه ازدواج کرده اون به تو دروغ گفته بلا فاصله این شخص میخنده میگه این بهترین خبر خوشی هست که الان شنیدم چون تو این دو سه روز ناراحت این پسر بچه بودم شخص عادل وقتی که نیکویی میکنه منتظر این نیستش که مخاطبش راست گفته یا دو برای همین ایستای مسیح با عدالتش برای انسانهای گناهکار اومد ما این صحنه رو توی فیلم بینوایانم هم میبینیم که اون کشیش وقتی جان میاد قبل از اینکه که جان بخواد فکر کنه این ظروف نقره کجاست اون ظروف نقره رو جلو چشش میذاره بعد از اینم که پلیس میگیرتش به پلیس میگه بله من دادم چون قلبن داده بوده دروغ نگفته درست یک داستان هست اما گرفته شده از پیام انجیل مسیح هست که ویکتور هوگو داره این رو میگه به نزد برده میگه رو میکنه به جانبان میگه چرا بقیه ظروف نقره رو نبردی و بقیه رو میده این ادالت هستش اگر امروز مدعی بر این هستیم که عادل شمرده شدیم میباید از ادالت خدا پر بشیم تا این گونه عمل کنیم از این رو تعالیم ایسای مسیح معرف اندیشه به اعمال عادلانه است و نه انصافانه شریعت انصاف رو تعریف میکنه اما ما عدالت رو اینو قبلا هم عرض کردم خدمتتون هرگز 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 هیچ شخص مذهبی با باورهای مذهبی با شریعت نمیتونه بگه اعدام نباشه هرگز ولی ما مسیحی ها میتونیم بگیم چرا چون مسیح اعدام شد تا هیچ کس اعدام نشه مسیح اعدام شد تا ما هلاك نشیم ما دلیل داریم براش ما بخشش بلاعوض داریم در شریعت انصافه زدت بزنش ولی در عدالت مسیح ما برای انصاف هستش همون گونه که در انجیل متا پنج چهل و سه الا چهل پنج میخوایم. اعلام میکنه شنیده اید از کجا از شریعت از آنچه که در پنج کتاب اول تورات هست شنیده ایت که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود ادابت کن خب درسته این شریعته اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان احسان کنید و به هر که به شما پشت دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان هست که در جایگاه عدالت هست پسران شوید در این گونه هست که ما نور و نمک هستیم این گونه هستش که ما فرزندان خدا هستیم من نمیتونم اعمال و رفتارم اعمال و رفتار دنیا باشه در خشم و خشونت و کینه و نفرت باشه در نبخشیدن باشه بعد میام میگم من فرزند خدا من کاهن هستم اعمال چی داره میگه که در آسمان هست پسران شوید زیرا که آفتاب خود را بر بدان عجب بر بدان و نیکان طالع می سازد بر اونهایی که ادعا دارن و اونهایی که میگن اصلا خدا هم وجود نداره اگر هم خدا وجود داره سالی یه بار میرم به والی دوست عزیزی میگفتش که یه عزیزی از خانواده ما میگه من میرم مکه میام صفر میکنم گناه هم همه بخشیده میشه که دوباره بخواد عادل بشه اون عزیز البته اینجاست اگه دستشو بلند کنه لش میدم و اعلام میکنه زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان تاله میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند فرقی نمیکنه چون خدا ذاتش عدالت هست و کسی که از ذات خدا تغذیه بشه اینگونه عمل میکنه شاعر اعلام میکنه نبینی که عیسی مسیح چه گفت بدان که بکشاد راز نهفت که پیراهنت گربستان کسی میاویز با او به تندی بسی وگر بر زند کف به رخسار تو شود تیره از زخم دیدار تو میاور تو اخم و مکن روی زرد بخوابان تو خشم و مگو هیچ سرد اگر حقیقتا به مسیح ایمان داریم اعمال ما نیز باید عادلانه باشه مثل همونی که مسیح انجام داد و مانند آنچه که مسیح نیز اعلام کردش در عدالت خدا چیره شدن و پیروز شدن بر دشمن نیست شاید این اولین بار هست بشنوید ما قرار نیست چیره بر دشمن بشیم امروز چون همه منو میشناسید و میدونید که در کنار پیام کلام خدا من پیام آزادی برای کشور عزیزم ایران میدم امروز هدف من صد درصد سرنگونی نظام اسلامی است. اما هدف من مرگ خامنه ای هم نیست. هدف من اینه که خامنه ای نجات پیدا کنه آنچه که در آینده دولت آینده او رو مجازات میکنه مجازات بشه. اما هدف من اینه که اونم نجات پیدا کنه. چون این هدف خدای منه. هدف من این هستش که حتی تمام کسانی که ملت ما رو آزاد دادن نجات پیدا کنن. قرار نیست من بر اون پیروز بشم. قرار هستش که من بر بدیهای اون که میخواد منو بد کنه چیره بشم پیروز بشم من مبادا شکل اون بشم این هدفه عدالت معرف این هست که جلوی منو میگیره من شکل دشمنم نشم من شکل کسی که بر علیه من صحبت کرده غیبت کرده بدی من رو گفته من به شباهت اون نشم عدالت یعنی اون خودت رو محک بزن اگر میبینی اونجا نیستی از عدالت خدا پر شو و خداوند تو رو تقویت خواهد کردش و پا داود پادشاه چنین آرزو میکنه در مزمور پنج آیه هشت میگه ای خداوند عادل راه خود را به من نشان ده برای چی برای چی راه خودش نشون بده و مرا هدایت نما تا دشمنانم نتوانند بر من بر چی من بر ایمان من بر عدالت من نه بر انصاف و قصاص که شریعت هست بر اون عدالتی که تو داری من گناهکار رو میبخشی من نیز بتونم گناهکار رو دیگرم ببخشم من دشمنم رو ببخشم یک بار دیگه میخونم میگه ای خداوند عادل راه خود را ای خداوند عادل راه خود را به من نشان ده و مرا هدایت نما تا دشمنانم نتوانند بر من چیره شوند یعنی بر نیکویی من شیره بشن بر محبت من و مبادا من شکل دشمن خودم بشم در عدالت خدا زیستن یعنی اعتماد کامل به اینکه خدا حافظ من است نسبت به اینکه او حافظ خانواده من است خدا من را توی رویای خودش داره که شامل پیروزی ها و برکات و افتخارات هم در این جهان خواهد شد و هم در اون جهان پس دیگه ترس و نگرانی بر روی یک شخص عادل نخواهد آمد اگر ما ادعا داریم که عادل هستیم چرا میترسیم چرا نگران هستیم چرا آزرد دل هستیم در تعریف عدالت چنین چیزی معنی نداره در تعریف انصاف حتما معنا داره ولی در تعریف عدالت چنین اجازه و مجوزی ما نداریم که حتی دشمن خودمون رو براش بد بخوایم به همون گونه که کلام خدا گفت و خوندیم برای دشمن خودمون با قلبمون دعا میکنیم خدا رو برکت بده که این شفا و این سلامتی اول نصیب ما خواهد شد امثال ده اعلام میکنه خداوند جان مرد عادل جان زن و مرد عادل فرقی نمیکنه از نظر فرهنگی بیشتر در کتاب مقدس صحبت از مرد میکنه منظور ایماندار هستش ربطی به زن و مرد نداره خداوند جان مرد عادل را نمیگذارد گرسنه بشود نه روحت نه روانت و نه جسمت تو را تغذیه خواهد کرد پس در حضور خدا وقت بده از... تا از عدالت او پر بشی باز در امثال یازده سی اعلام میکنه ثمره مرد عادل کسی که تلاشش بر این هست که از قوت خدا پر بشه به توسط روح القدس و عمل نیک داشته باشه ثمره مرد عادل درخت حیات خواهد بود که آدم و حوا رو خدا از باغ عدن بیرون میکنه میگه مبادا از این درخت حیات بخورن و جاودانه بشن اما خدا ما رو میخواد جاودانه کنه به عنوان اینکه فرزندان عدالت هستیم و به عنوان اینکه در مسیر عدالت و راستی با تمام وجود میل به این داریم که بتونیم آنچه که نیکوس رو انجام بدیم من میگم اگه امروز یه کوچیک طولانی بریم در بین شما کی مایله که مزامیر 23 رو بیاد اینجا بخونه یه نفر میخوام مزامیر 23 رو بیاد اینجا بخونه توی تلویزیون هم پخش میشی بفرم اگه میخوای پخش نشی اون پایین بخون اگر میخوای پخش بشی که من زیاد دوست ندارم غیر از من کسی دیگه دیده بشه نمیدونم چه اخلاقی برام دعا کنید <applause> بیاد مزامیر داوود پادشاه این قسمت رو نمیخواستم بخونیم ولی میخوام درک درست از عدالت داشته باشیم دو جلسه است داریم موضوع عدالت رو پیگیری میکنیم اما میخوام بیشتر بهش نزدیک بشیم عزیزان با یک واژه بازی نکنیم لطفاً بفرمایید یه میکروفون بهشون بدید لطفاً لطفا مسئولین لطفا یه میکروفون بدن میتونید همونجا بخونید شما بفرمایید سایه جان بفرم. منم دارم ولی خب نمیگم چون کسی فکر میکنه من پیرم منم میگم پیر جد و آبایتونه مزامیر 23 در اصل نویسنده داره عدالت خدا رو با خودش عنوان میکنه همه ایمانداران با این مزمور آشنا هستیم اما همیشه یه نگاهی کردیم که خدا محبت خدا ما رو تنها نمیذاره خدا شبان من هست مرا بهترین جا میبره در وادی حتی مگنیز حافظ من هستش در برابر اما عزیزان همه اینا پیام عدالت خداست و پیام این هست اگر من و تو در عدالت خدا ساکن باشیم این نصیبمون خواهد شد داوود پادشاه داره این رو اعلام میکنه به ما در عدالت خدا بمون وقتی در عدالت خدا هستی با کلام خدا نمیجنگی با واعظی که از محبت کلام داره با تو سخن میگه نمی جنگی راحت خودتو در آغوش خدا میبینی دشمنانت رو میبخشی بدگویی نمی کنی آرامش داری بله بفرمید مزمور 23 خداوند شبان ما خداوند شبان من است آمین. محتاج به هیچ چیز نخواهم محتاج به هیچ چی نخواهی شد الان میگه من نیازی دارم تو محتاج هیچی نیستی چرا فکر میکنی محتاجی تو فقط محتاج خدای خودت هستی اون خدای عادل تو هست آنچه را که برای تو نیکوست بله؟ در مرته های سبز مرا میخواباند بهترین جایگاه خواهد ما رو برد شما راضی هستی به اینکه یک درآمدی داشته باشی بیکار شدی یه درآمد مختصری ولی خدا برای تو بهتر رو در نظر گرفته بله؟ به سوی آبهای آرام هدایت هم می آمین. زندگیت در مسیر آرامش خواهد بود. میتونیم گاه گاهی بگیم آمین باور کنید اصلا گناه نداره. میتونید می بگید بلند آمین. بله. و جان مرا تازه میسازد. آمین. 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 خستگیاتو رو میگیره، ترساتو رو میگیره، نگرانیهاتو هات میگیره، آشفتگی تو میگیره. این عدالت خداست. بله. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری میکنه آمین که کلام خداوند در اعمال رسولان چهار دوازه اعلام میکنه هیچ نامی غیر از نام عیسی مسیح زیر این آسمان به ما داده نشده این دروغ شیطان هست این همه نام ها را در فکر ایرانی ها قرار دادن که افرادی که مردن خودشون رو نتونستن نجات بدن اما عیسی مسیح مرد و قیام کردش آمین پس میتونیم تحت پوشش نام او از او بطلبیم بله حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید زیرا تو ای شبان من با من هستی واو حتی در زمان رفتن خیالش راحت خیالش راحت داری از این جسمیات من دیدم من شاهد دو سه صحنه در طول دوران ایمانداریم بودم که شخص داشته جانش رو از دست میداده جان جسمش باید داشته میخندیده حتی یکیشون دست منو گرفت گفت بعد از دکترا به تو گفتم من درد دارم من درد ندارم خدای قدوس میدونه توی بیمارستان گفتم ای دکترها میگن اینقدر به تو مورفین زدن که نه. گفت ببین مورفینو ولش کن مورفینو مسیح زده که روبروی منه ام. من آرومم من دارم میرم پیش اون دیگه دعا نکن من بمونم بذارم برم پیش سرورم ایسای مسیح این گونه خواهد بود بله اصا و چوب دستی تو به من قوت قلب میبخشد اون روح القدسی که داری قدر روح خدا رو بدون ما امروز روح القدس رو داریم توی مذهب به خیلی ها میگن فلانی روح فلانه روح فلانه الله خدا نیست البته حالا روح الله میگن الله خدا نیست رب خدا سربی یهوه خداست اما حقیقتا ما که مسیح ایمان آوردیم با هر اسمی که باشیم ما تا عزیزی رو داریم که ایشون اسمش روح الله است خدا رو شکر برای وجودش اون حالا دیگه روح خدا رو داره روح خدا رو داره پس تو که امروز به مسیح ایمان آوردی روح القدس رو قدر روح القدس رو بدون قوت روح القدس بذار در تو عمل کنه بله در برابر چشمان دشمنانم سفره ای برای من میگسترانی واو دشمنش کیه شیطانه روحای شریر هستن که او رو به ضعف آوردن یه روز جسمش رو اذیت میکنن یه روز فکرش رو اذیت میکنن یه روز امور مالیش رو اذیت میکنن یه روز رابطهش رو میشکنن ولی این چون به عدالت خدا چشم دوخته خداوند برای اون یه سفره پر از خوشی آرامش امنیت آدرس این سفره میدونید کجاست غلاطیان پنج بیست و محبت خوشی تواضع آرامش آدرسش اینه اینو نصیب کسایی میکنه که به دنبال عدالت هستن عدالت خدا هستن بله آمین. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی میکنی واو مهمان عزیز بله و جامم را لبریز میسازی اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود همی. و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد هللویا این عدالت خداست سپاسگزارم سپاسگزارم این عدالت خداست تا ابد نیکوی خدا با ماست چرا احساس ضعف میکنیم چرا میترسیم چرا نگا... نگران هستیم چون تکه بر عدالت خدا نکردیم اگر تکه بر عدالت خدا کنی در تمام سختی ها و مشکلات قوت خدا را مانند این نویسنده داوود پادشاه نیز لمس خواهی کرد که خداوند حافظ تو هست همون گونه که شاعر شاعر اعلام می‌کنه تو گر دادگر باشی و پاک دین زه ز هر کس نیابی به جز آفرین که بهترین رو به تو نصیب تو خواهد شد اگر دادگر باشی و سرفراز بمانی و نامت بمانت دراز عمر تو طولانی خواهد شد اگر تکیه بر عدالت خدا کردی و به همون چی که خدا میپسنده در مسیر عدالت نیز عمل میکنی داوود پادشاه این آرزو رو داشت و در این مسیر قدم بر میداشت اونم اشتباهاتی کرده بود کلام خداوند اما هدفش عدالت خدا بود از این رو زمانی که دشمن او شاول او را تعقیب میکرد تا داوود پادشاه رو بکشه داوود پادشاه فرصتی پیدا کرد که در اون فرصت بتونه قصاص رو انجام بده شریعت رو انجام بده شریعت چیز بدی نیست بهش خواهیم رسید بیاد مساوات رو انجام بده ولی وقتی که دید شاول خوابه نگهبانش هم که اونو نگاه نمیکنه گفت پس شرایط ایجاد شده خدا اینو داده تو دست من اما وقتی که نزدیک او شد فقط یه قسمت ردای او رو پاره کرد اونو نکشت و در اول سموئیل 26 23 این رو داره به شاول میگه میگه و خداوند هر کس را بر حسب عدالت و امانتش پاداش دهد اینو داوود داره به شاول که دشمنش بود میگه چون که امروز خداوند تو را به دست من سپرده بود یعنی در اون مسیر قصاص و انصاف اما نخواستم برای همین خدا داوودو دوست داشت داوود اشتباهاتی کرد من و تو هم خیلی اشتباهات میکنیم گناه میکنیم ولی خدا به دلت نگاه میکنه که اشتباه میکنی توبه میکنی پوزش میخوای از اون کار زشتت ناراحت هستی اما عدالت در این هست که بپذیر خدا تو رو میبخشه وقتی توبه میکنه با دلیری برو به حضور خدا و این مجار رو به شیطان نده تو را به دست من سپرده بود اما نخواستم دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم واو میگه بر مسیح خود کسی که خدا مستش کرده چه مخاطب تو ایماندارانی هستن که فرزندان خدان و چه مخاطب من و شما انسان هایی هستن که هنوز توبه نکردن اونها شکل خدا آفریده شدن و اونها مقدسن اجازه نداریم ما مانند اونها عمل کنیم و به اونها توهین کنیم و مثل اونها فکر کنیم ما که فرزند خدا هستیم این رو میدونیم که در عدالت او قرار گرفتیم تشنگان عدالت دل هستن و تمام آثار دستشون محبت و نیکویی حتی برای حیوانات یادم هست موقعی که خیلی کوچیک بودیم و به ما یاد داده بودن سگ نجس هست همین که این حیوان بی زبون رو ما تو کوچه و خیابون میدیدیم و سرگرمی هم که نداشتیم سنگ و چوب می داشتیم دنبال این سنگ می گفتیم نجسه یه نفرم نبوده ما بگید چرا این کارو می‌کنیم به که که نون بهش بدیم یکی که گوش بهش بدیم میزدیم فکر میکنم کار خوبی میکنیم چون گفته بودن سگ نجس هست انسانی که عادل هست ششمان پر محبت خدا رو داره حتی برای گل و خدا آفریده اما نداره خوبیه چه برسه به حیوانات در کتاب امثال سلیمان سلیمان اینگونه اعلام میکنه دوازده ده مرد عادل برای جان حیوان خود تفکر میکنه پس بی تفاوت نخواهد بود و نویسنده اعلام میکنه هیچ چیز در دنیا به اندازه بی ادالتی به وضوح احساس و درک نمیشود چه فرق نمیکنه چه نسبت به حیوانات چه نسبت به انسانها کاملا خودش رو نشون میده و ما در تعالیم انجیل مرقس دوازده بیست و هشت یک که بارها دربارش صحبت کردم فرمول خه ایستای مسیح به اون شخص فریسی اعلام میکنه کل این کلام خدا بر این هست همانقدر که خودتو دوست داری خدا رو و همون مقدار همسایت رو دوست داشته باش خودم خانواده خل خدا اول و دوم و نداره تو جایگاه خودش ها. ادالت یعنی هر چیز سر جای خودش حتی توی زمان نیست فراموش نمیکنم. باز میخوام شاید امروز یه مقدار طولانی بشه هفت ساعت بیشتر بشه <applause> خدا من تازه وارد آمریکا شده بودم یه دو سه سال بعد یه ایماندار عزیزی به من زنگ زد گفتش که بعد از رسول سگ من داره میمیره و گریه میکرد گفتم خب خب میشه دعا کنی تا اون موقع من برای حیوان دعا نکردم و پیش خودم فکر میکردم ای بابا حالا ما بیایم خادم خدا برای سیمون باید دعا کنیم این چی میشه ولی راستش دلم برای این شخص سوخت و ایمان خوبش و من دعا کردم ولی خدا به من یه درس خوبی داد و این بود که خدا به من رویا نشون داد من عطای نبوت دارم خدا تو رویا من نشون داد اون سگ جاش بلند شد یه ذره آب خورد و دور حیات شروع کرد چرخیدن و من این رو به این شخص گفتم پنج شیش دقیقه بعد زنگ زد زن. گفت برادر از گفتم جانم گفت باورم نمیشه سگ همون تو که شما گفتی آب خورد و پنج 6 بار دور حیات دور زد و الان حالش هم خیلی خوبه و این اولین تجربه من بود و بعد از اون برای خیلی حیوانا دعا کردم همین سه روز پیش یه دوست عزیزی دیر وقت هم بود از من وسخای که گفت ببخشید دارم الان خیلی هم دیدم صداش میلرزه گفتم چی شده گفت راستش سگم تصادف کرده زیر ماشین رفته اما خوشبختانه وسخونای سالم هست اما الان تو بیمارستانه ولی نگرانش هستم من که دعا کردم وقتی که دعا کردم باز در رویا دیدم که صبح شده این داره بازی میکنه بهش گفتم وقتی زنگ زدم بهش پریشب بهش بگم چه خبر از سگت سلام نکرده فقط اینو گفت گفت خدا گفت و شد این ادالته این ادالته که فرقی نمیکنه پس این مجال رو نباید بدیم بریم با هم دیگه نامه کلوسیان یک ده الا یازده رو داشته باشیم آیا کسی هست در بین ما که برشور نداره دستش بره بالا اونا که برشور ندارن ما اون بولشور اون جلو داریم لطفا مسئول برشور دستاتون بالا باشه لطفا سپاس کذارم. که بتونن بیان بهتون بدم در عدالت خدا ما به توسط دعا پری روح القدس نیز می توانیم از عدل او پر بشیم و اعمال ما عادلانه بشه بریم با هم دیگه نامه کلوسیان یک ده الا یازده رو داشته باشیم تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو با راوند. به تمام یه بار دیگه بخونیم ببخشید تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار رزامندی نمایید رضامندی کی؟ رضامندی خدا چون عدالت از اون داره میاد حالا میگم چرا لازم هست بدونیم رضامندی تو نیست رضامندی مخاطب تو هم نیستش نمیگم بدیشو بخوا اما اگر رضایمندی خدا باشه تو بهتر هم برای اون خاصی هم برای خودت خاصی بله و در هر عمل نیکو بار و به معرفت کامل خدا نمو کنید و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زوراور شوید تو صبر کامل و تحمل این, این را... مسئولیت داره برای ما برای عادل بودن ما باید نیست فقط این نیستش که ما یاد بگیریم بعد از اینکه از کلیسا رفتی بیرون از پری روح القدس رو باید بتلبی عطایا رو بتلبی قوت خدا رو بتلبی بله تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید آمین آمین آمین, آمین. پس اگر به فکر این هستی دیگران رو راضی کنی بدونیم که چه بسا که آسیب خواهیم خورد چرا که رضایت انسانی ما ترازش انصافه اما رضایت خدا در عدالته من خیلی بتونم جلو برم به انصاف میرسم ولی خدا به من کمک میکنه من عدالت رو انجام بدم خدا کمکم میکنه خودم نمیتونم مادری که پسرش رو میکشن نمیتونی بهش بری بگی ببخش قاتلو نمیتونی ولی مادری که از روح خدا پر میشه قوت روح القدس رو میگیره میدونه اون مادر همون پسری هست که حتی قتل کرده اینو خدا براش مکشوف میکنه که مادر همه بچه هاست در عدالت پدر پدر همه فرزندان هست و مادر مادر همه فرزندان هستش اما در انصاف که تفکر انسانی ما فقط هست در چارچوب این هستش که من بتونم این ترازو رو اینجا نگه دارم اما عدالت روی زمین نیست که این ترازو هم اینجا نگه یه خود اینو وزن نشه میکنه این میره بالا یا این میره بالا یا میره. تراز نمیشه شخصی که مسئول اعدام دو نفر بود قبل از اینکه اونها رو ببرن برای اعدام به سربازش میگه برو به اینها بگو چون دلش میسوزه برای این دو نفر میگه برو بهشون بگو آرزوشون چیه و من غیر از اینکه آرزوشون این باشه که ما رو اعدام نکن نمیتونیم باید اعدامشون کنیم فقط غیر از اینکه اعدامشون هم هر آرزو باشه من انجام میدم این سرباز میره به اونها میگه اولی میگه که آرزو اینه که من بازمانده ها رو ببینم به دوباره میگه دوباره میگه من آرزو اینه که این بازمانده هاشو نبینه <تصفح> چیکار میخوای بکنی حالا میخواد چیکار کنه این گونه است چون تو دنیا ما نمیتونیم عزیزان آنچه را که دارن جلوی ما قرار میدن ما بهتر از اون فکر کنیم اما به قوت خدا برای ما امکان پذیر هست و مطابق نامه غلاطیان 3.11 و یعقوب دو ده و بسیار آیات دیگه اعلام میکنه که هیچ انسانی عادل نیست حتی شریعت نمیتونه انسان را عادل کنه حتی مذهب نمیتونه انسان را به عدل برسونه آنچه که ما را به عدالت میرسونه ایمان به خود مسیح هست ایمان به خدای حقیقی هست افلاتون اعلام میکنه کامل ترین نوع بیعدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم مانند فریسیان در زمان مسیح ادعای عدالت هم به خاطر شریعتی که داشتن میگفتن ما داریم شریعت رو انجام میدیم لازه انجام نمیدادن چرا؟ که مسیح به اونها ثابت کرد حتی شما شریعت هم نمیتونید انجام بدید به اونها میگفت ریاکار و اونها بر این باور بودن که عادلن اما عادل نبودن همون گونه که الان آخوندا فکر می‌کنن عادلن به خاطر باورهای مذهبیشون اما عادل نیستن اعمالشون نشون میده که عادل نیستن اما بریم ببینیم پولس رسول در نامه رومیا 3 20 الی 31 چی میگه جا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد چون که از شریعت دانستن گناه است. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند چرا ام. که اونها فقط میگه لفظی نی پولس رسول اینکه من خدام عادل من عادل شدم خیر بلکه اعمال ما باید نشون بده از این در همین نامه رومیان یک 17 میگه عادل به ایمان زیست خواهد نمود یعنی در قلم روی آنچه که باور داره عمل خواهد کرد بله یعنی عدالت خدا که ایمان به ایسای مسیح هست پس اصلش ایمان به ایسای مسیح هست و از این رو هست که ما تحت فیض عادل شدیم و عدالت ما امروز خود ایسای مسیح هستش از این رو هستش که ما باید دعا کنیم مسلمانان عزیز بهاییان عزیز یهودیان عزیز اونهایی که هنوز تصمه های صفت و محکم شریعت رو گرفتن و به باورهای شریعت میخوان به خدا نزدیک بشن خدا براشون مکشوف کنه که فیض خدا هست و با فیض خدا دل خواهند شد نه با اعمال و رفتارشون بله؟ به همه و کل آنانی که ایمان آوردن زیرا که هیچ تفاوتی نیست زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجانن عادل شمرده می شوند آمین مجانن دیگه به اعمال و رفتار ما نیست پس فخر ما امروز اعمالمون نیست فخر ما فقط خود مسیح هست اگر نیکویی می کنی اگر عطایی داری اگر چهار نفر رو دعا کردی شفا گرفتن اگر به چهار نفر کمک مالی کردی این فیض خدا بوده از فیض به فیض رسیده خدا دست یاری داده تا ما دیگران رو یاری کنیم هیچ منتی نیست هرگز نمیتونیم بگیم من حتی به عنوان یک کشیش نمیتونم معترض بشم هزار نفر رو تعمید دادم آقا چرا صد نفر هم تو کلیسای من نیستن به من چه این به من مربوط نمیشه درست دلمون میگیره دوست داریم اونها پیگیری کنن کلام خدا رو اما این به من مربوط نمیشه در عدالت خدا نمیگنجه. حتی من بر اونها داوری بله به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد حتی امکان داره شما به عنوان یه شخص مسیحی به عنوان یه شخصی که عدالت رو دوست داری کارهای اعمال نیکی رو انجام دادی همون گونه که من عرض کردم هزار نفر رو دادیم کوشند و تازه تو سختی ها بیفتی تازه همونایی هم که تو محبتشون که باعث آزار تو بشن باعث رنج تو بشن نه ترس نگران نباش اونایی که تو رو اذیت کردن تو عدالت نیستن اما تو تو عدالتت بمون مبادا از عدالت دور بشی چون وقتی تو عدالت هستی تو حفاظت خدا هستی تو مثل مسیح عمل کن و این وعده کلام خداست باز در کتاب امثال 24 15 16 میگه ای شریر ای شیطان ای کسانی که بر علیه فرزندان خدا هستید ای شرید برای منزل مرد عادل در کمین مباش و آرامگاه او را خراب مکن آسایشش رو به هم نریز غیبت نگو نکن اذیتش نکن دروغ نگو بر علیه او زیرا مرد عادل اگر چه هفت مرتبه هفت یعنی کامل رقم کامله یعنی تا ابد هی بیفته هی بیفته رسولان مسیح چی شدن همشون رو کشتن غیر از یوحنا که خب پیر شد البته یوحنا رو هم توی روغن داغ گذاشتن نمرد اراده خدا این بود زنده اونه مردان خدا و زنان ایمان هر دو در سختی توی این دنیا خواهند بود چرا که شیطان بر این دنیا داره سلطنت میکنه عزیزان این طبیعی هستش اما دست حفاظت خدا هست به آنچه که در عدالتش هست اعلام میکنه اگر چه هفت مرتبه بیفتن اذیتشون کنن دگران. خواهد برخواست کجا در حضور خدا حتی اگر روی زمین کشته بشه همون گونه که ایوب میگه اعلام میکنه میگه اگر کشته شوم منتظر خداوندم خواهم بود آمی. که در حضور او بلند بشه آلیلوی. که کمال خوشی هاست که رستگار بشه هفت مرتبه بیفتد خواهد برخواست اما شریران در بلا خواهند افتاد اونها میافتند تو به فکر این نباش که دشمنت اذیت بشه دشمنت اذیت میشه فقط پیروی عدالت خدا رو میکن. بله بفهمید به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد پس جای فخر کجاست برداشته شده است به کدام شریعت آیا به شریعت اعمال نه بلکه به شریعت ایمان زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود یکی از اعمال ما این هست که در برابر ظلم و ستم بیستیم اگر من عادل هستم هرگز نمیتونم بی ادالتی رو ببینم از این رو هستش که آنانی که تصور این اشتباه رو دارن که این نظام اسلامی رو خدا گذاشته تو یک جایگاهی هستن از نظر من عادلانه نیست نمیتونه نمیتونن جایی بیستن دولتی که باعث این همه ظلم و ستم شده اون رو به عنوان یک دولت عادل بدونن دلیل دارم اگر اعتراض نمی کنن تازه بدتر از اون اینه که خیلی ها متاسفم به عنوان مسیحی چه به عنوان کشیش و چه به عنوان معلمین کتاب مقدس برای این باور هستن که این نظام اسلامی رو خدا گذاشته و باید بهش احترام بذاریم یعنی شرارت و ظلم اون رو باید تایید کنیم شخص عادل نمیتونه این گونه فکر کنه من مطابق کلام خدا میگم امثال 24 24 اعلام میکنه کسی که به شریر بگوید تو عادل هستی یعنی از طرف خدا هستی دیگه عدالت از طرف خداست دیگه امت ها او را لعنت خواهند کرد من هیچ کس باورش نمی کنه حالا چه امت هایی که تحت شریعت هستن و چه امت هایی که اصلا خدا را باور ندارن از نظر اونها یعنی این چی داره میگه و توایف نیز از اون نفرت خواهند نمود چگونه میتونه چهل سال ظلم کنه و من به ایستم بگم کاری به اون دولت نداشته باشید احترامش بذارید اون از طرف خدا هست رومیان سیزده آنچه را که خدمتون ارز کنم نمیدونم چقدر حقیقت داره ولی مشابه این داستان حقیقت بسیار هست زنی با دو, دو بچه دختر کوچیکش میره توی مدرسه وارد مدرسه میشه و میگه که من اومدم اسم این دختران هم بنویسم مدی مدرسه رو میکنه میگه برای هر کدومشون انقدر شهریه باید بدی میگه آقای مال من تلویزیون شدیدم که مدرسه دولتی شهریه نمیخوان دیگه میگه خب اگر تلویزیون گفته برو اسم بچه تو تلویزیون بنویس میگه آخه من راستیتش بچه هم یتیم هستن من خرجی و درامدی ندارم میگه ببینم وقتی وارد مدرسه شدی جلوی مرسه نوشته اونجا یتیم خونه است تو اومدی و به حال این زن دست بچه رو میگیره و میره و میره سوار اتوبوس میشه همین می که بچه داشتن بازی میکردن یه روزنامه یه صندلی بوده که بچه ها میگه می مامان مامان بیه روزنامه رو روزنامه رو میخونه تیترش نوشته بوده که با ده هزار زن خیابانی چه کار کنیم این زن خودکارش رو از تو کیفش بر میداره رقم آخر یه دونه یک اضافه میکنه میگه با ده هزار و یک نفر چه کار کنیم چگونه میتونیم ما سخن از عدالت بکنیم بگیم فرزندان عادل هستیم فرزندان خدای عادل هستیم و اینجا آروم باشیم و فراموش کنیم که هموطنمون دوستانمون تو اون شرایط بد دارن چگونه زندگی میکنن و بگیم باید به اون دولت احترام بذاریم این از طرف خدا نیست این عدالت نیست مرد و زنی که در مسیر عدالت خدا ایستاده میباید در برابر ظلم ها بیسته هیچ فرقی نمیکنه و تاریخ مسیحیت این هست که مردان خدا و زنان ایمان در برابر ظلم کوتاه نیامدن بله آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتها هم نیست، البته خدای امتها نیز است. زیرا واحد است خدایی که اهل خطنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شد. چون مطابق شریعت میباید پسر بچه ها خطی نمیشن که خونم تعریف خودش رو داره. که باز کلام خدا پولس و رسول صحبت از خطینه از فکرهای دنیاوی و گناه هست فکر ما خطینه بشه از بدیها بله پس آیا شریعت را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا بلکه شریعت را استوار می داریم آمین آمین, آمین. پس بنابراین ما اتفاقا در عدالتمون اون شریعت هم نیز انجام خواهیم داد که انصاف روی زمین هست هم بطنان. بریم با هم دیگه نکات رو داشته باشیم همه بولشور داریم چرا آقای وسط رو لطفا روشن کنیم خودکار دارید جلوی صندلیاتون و میتونید پر کنید البته دو نکته برای درس قبلی هست نکته سوم رو ما میخوایم بپردازیم ولی براتون میخونم به کدامی رویا زندگی میکنیم عرض کردم یا با رویای خدا باید زندگی کنیم یا با رویای دیکته شده شیطان اگر هدف داریم با رویای خدا زندگی کنیم مطابق کلام خداوند از این اصول باید پیروی کنیم. خدا انسان را به شباهت خدا فرید تا او در محبت بلاعوض رشد کند. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در غرور و خودخواهی خیش هلاک گردد. نکته دوم خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در حکمت بی نهایت روش کنه شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در جهل و خرافه خیش هلاک کردند و نکته سوم را الان میتونید پر کنید این هست خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در عدالت کامل روش کند شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در بی ادالتی و بی انصافی که همون شریعت هست بی انصافی خیش حلاک کردد و اینجا این رأی من و شماست که آیا می در ادالت خدا باشیم و یا نه دور از ادالت خدا عمل کنیم فقط لفظی اعلام کنیم که ما می در ادالت باشیم اما ادالت رو به عمل نیاریم اگر به ظاهر جامعه عادلان را بپوشیم حتما رسوا خواهیم شد حتما رسوا خواهیم شد شخصی توی خونش نشسته بود مردی داشت روزنامه میخون خانمش محبت کرد با مایتاب محکم زد تو سرش رنگ از روش پرید گفت چه کار داری میکنی؟ گفت ببینم داشتم لباستو می‌شستم، این کاغذ را پیدا کردم این سامانتا کیه اینم تلفونشه گفت بابا سامانتا چیه این اسبیه که همیشه من مسابقه میخوام بدم روی همین از اینم هم شمارهشه. میگه اه, آه ببخشید دو سه روز بعد میگذره دوباره داشته قهوه میخوریم نه دوباره با به محکم زد تو سرش گفت برای چی که داری میزنی دیگه چرا میزنی دیگه بلند که اسب پای تلفونه <تصفح> اگر در مسیر بیعدالتی قرار بگیریم دیر یا زود رسوا خواهیم شد پس فکر و دلت رو بشور در عدالت خدا زندگی کن نامه فیلیپیان یک میگه پر شوید از میوه عدالت غلاطیان پنج بیست و دو. که به وسیله ایسای مسیح برای تمجید و حمد خداست وقتی که عدالت رو به جا میاری این رو بدون که خداوند حافظ تو خواهد بود بریم با هم دیگه نامه اول یوحنا دو بیست و رو داشته باشیم اگر فهمیده اید که او عادل است پس می دانید که هر که عدالت را به جا آورد از وی تولد یافته است آمین آمین هاللویا اگر در مسیر عدالت هستیم از او متولد شدی اگر از او متولد شدی ابدی هستی پر از خوشی هستی پر امید هستی سلامتی با توه نگاه به این جسمت نکن امروز به شرایطت نگاه نکن قوت خدا با توست و خدا تو رو هرگز رها نمیکنه تو خوشبین هستی همون گونه که این شاعر میگه و منم مثل این شاعر خوشبین هستم اعلام میکنه من به پاسخهای شیرین خدا خوشبینم به تمام لرزه ها وقت دعا خوشبینم بوی بهبودی اوضاع جهان میشنوم از کی از روح القدس نه از اخبار دنیا بوی بهبود از اوضاع جهان میشنوم من به این بوی خوش و عطر هوا خوشبینم آمین من خوشبین هستم <سؤال> که خدا برای عادلان برنامه خوده من ایمان دارم که در نام عیسی مسیح این نظام سرنگون خواهد شد نظام اسلامی ایران ما آزاد خواهد شد و با فیض خداوند ایران ما آباد میشه تا جانها نجات پیدا کنند آمین هللویا <سؤال> شد شد